اشکان درباره جزئیات این اطلاعیه بیشتر میگی؟ بله، خب این اطلاعیه دیشب منتشر شد از سوی در واقع واحد مبارزه با تروریسم شورای امنیت ملی. هشدار داده که ایران ممکن هست قصد داشته باشه به شهروندان اسرائیلی در کشورهای دیگه آسیب برسونه. اشاره کرده به تهدیدات جمهوری اسلامی در ماهای گذشته پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، اشاره کرده به اون بمب‌گذاری در کنار سفارت اسرائیل در دهلی نو و گفته که در اونجا هم به این نتیجه رسیده که ایران پشت این بمبگذاری بوده. نام چند کشور به عنوان کشورهایی که در واقع کشورهای خطرناک محسوب میشن برای شهروندان اسرائیلی آورده شده، کشورهایی که عمدتا نزدیک به ایران یا همسایه ایران هستن، مثل جمهوری آذربایجان، امارات، بحرین، گرجستان، منطقه خودمختار کردستان در عراق و البته اردن و مصر. و همچنین هشدار هم داده که گروه‌های جهادی بین‌المللی مانند داعش هم از انگیزه بالایی برخوردارن که بخوان دست به حملات تروریستی از جمله به علیه اسرائیلی ها بذارن. باید گفت که این در واقع اطلاعیه و این هشدار در حالی منتشر شده که بعد از نزدیک به 2 ماه که آسمان اسرائیل بسته بود و شهروندان اسرائیلی تقریبا میشه گفت که اجازه نداشتن از کشور خارج بشن، در طول 1-2 هفته گذشته با پایین اومدن در واقع شیوع کرونا و همچنین حکم دادگاه عالی اسرائیل که گفت که این بسته بودن آسمان غیر قانونی هست، آسمان باز شده و سفرهای شهروندان به کشورهای دیگه هم آغاز شده. روز گذشته مثلا بیشتر از 5000 نفر از اسرائیل به کشورهای دیگه رفتن. همزمان از امروز صبح هم در واقع گذرگاه زمینی که اسرائیل رو به صحرای سینا متصل میکنه باز شده، از اونجا هم روزانه صدها نفر به صحرای سینا میرن. یک سنتی در اسرائیل برای در واقع عید پسح یا فطیر هست که شهروندان اسرائیلی به اونجا میرن. باید گفت که اولین بار نیست چنین هشداری از سوی اسرائیل داده شده. به صورت معمول اسرائیل هر چند وقت یک بار شورای امنیت ملی میاد و کشورهایی که خطر دارند در واقع برای اسرائیل رو، برای شهروندان اسرائیل که میخواد سفر بکنن رو اعلام میکنه. به اکثر مواقع هم کشورهای همجوار با ایران یا نزدیک به ایران که ایران در اونها حضور گسترده‌ای میتونه داشته باشه، مثل آذربایجان، ترکیه و گرجستان و همچنین امارات، در ماهای اخیر در واقع در این فهرست قرار داشتند.